بیشتر صحبت میکنیم با نیایش خطیبی دانش آموز که در استدیو با ما هستن نیایش جان خوش آمدی به برنامه در اول میخوایم این روز بر تبریک بگویم و تو می که این ای روز دیروز بود و چیگونه از این روز تجلیل شد آیا کس از فامیل این روز برای شما تجلیل کردن برتان کیها تبریک گفتن و در کل رفتارها با شما چیگونه بودن؟ روز دختر برای تمام دخترای جهان و دخترای افغانستان تبریک میگویم و بعد که خب روز دختر در افغانستان زیاد کسی تبریک نمیگه اما مادر و پدر ما و خانواده ما خب ما را زیاد دوست دارم ما و خواهر کوچکتر ما و بسیار زیاد ما را تشویق میکنن و امیر روز دختر بر ما تبریک گفتن و دیگر چی؟ تا چه حد به دختران ارزش قائل هستن شما در مکتب که درس میخوانین همسایه ها خویشاوندان، تا چه حد این روز را تجلیل کردن تبریک گفتن خب هنوز هم اما تا هست که خانواده ها ترجیح میدن که به جای فرزند دختر فرزند پسر داشته باشن و وقتی که دختر در خانوادهشون تولد میشه او تو خوش نیستن که یک بچه در خانوادهشون تولد میشه در حالی که دخترها تمام کارهای خانه رو بیشتر انجام میتن درس مکتبشون می رو و بیشتر به خانواده کمک میکنن بسیار دلسوز هستن اما پسرا رو بیشتر ترجیح میتن در حالی که تمام خرابی که فعلا به وجود اومده تمام کارا رو پسرا انجام دادن و دخترها فعلا تا حالا شرایط نداشتن که کدام کار انجام بدن و همیشه مشکلات بسیار زیادی را داشته باشن بر ما بگویم که اگر دختران تشویق شوند کودکان تشویق شوند تا چه حد میتونن همگام با بچه ها و پسرا به پیشرفت های زیاد دست پیدا کنند دخترها باید که شجاع باشن باید که قوی باشن باید که از حق خود دفاع بکنن باید متحد باشن تا وقتی که ما به ترسیم و که از حق خود دفاع کنیم هیچ وقت نمیتونیم که به جای برسیم بهترین رایی است که دخترها همیشه تا که خود دخترها مشکلات درک نکنن هیچ کس نمیتونه مشکلشان حل کنه خود دخترها باید که مشکل خود حل بکنن من خود مرزو دارم که دوینده دا آینده شخص اول شوم میخوام که دوینده دا رئیس جمهور افغانستان شوم و میخوایم که تمام دخترام امیر رقم باشن و هیچ شکی هم ندارم که من حتما رای جمهور شده میتونم تمام دخترا باید که همین رقم باشن مثلا من خردترین کودک بودم که ماش میگرفتم از سن 6 سالگی کار میکردم و چی کار میکنم؟ من در تلویزیون کار میکنم درست و دیگر بقیه دخترها هم باید همین رقم باشن باید که کوشش بکنن باید شجاع باشن نباید که در مقابل یک بچه بترسن همیشه باید که شجاع باشن و دیگه دختران هم دست شانه بگیرن به اونا هم بگوین که شما باید که همیشه شجاع باشید باید که اه اه بهترین باشید و کلاگی بگوین که این دخترای افغانستان خب فکر میکنین که تا چه حد زمینه مساعد از برای کودکان دختر در افغانستان که بتونن تحصیل کنن و پیشرفت کنن خب در افغانستان اوقدر مساعد اه خود تو هست که باید که خودشان زیادتر کوشش بکنن چون که اگر زمینه مساعد باشه اگر خودشان کوششش نکنن یعنی وقتی که خودشان تشویق نشه والدینشان برشان تشویق نکنن اونا به جای نمیرسن من تا جایی که دیم والدین افغانستان و پرمادره که در افغانستان هستن وقتی که بچیشان گپ میزنن و پسرشان بیشتر به او توجه میکنن از اینکه وقتی که دخترشان گپ بزنه میگه که تو چوب شو تو چرا گپ میزنی تو دختر هستی اما در خانواده خود ما مثلا پدر ما ما مادر و ما و خواهر بسیار زیاد تشویق میکنن که ما گپ بزنیم و تمام والدین باید این رقم باشن باید که دختر و بچه را به یک چشم ببینن و دخترها را تشویق بکنن اجازه بتن که اونا گپ بزنن و جرات پیدا کنن با توجه به اینکه شما دختر کودک هستیم که کار هم کردین بر ما بگین که آیا کدام وقت با مورد روبرو شده این که بنابر این که شما یک دختر کودک هستین بیشتر ارزش نداده باشن برای صحبت های شما حرف های شما و یا هم به موارد دیگر خب مثلا وقتی که یک کس خانم ما می آید می که از مادر می پرسن که تو پسر داری یا تو بچه داری تو تو به چی خاطر دو تا دختر داری چرا بچه نداری و همه قسم است که باز خب من زیادتر وقتا برشان مثلا می گویم که دختر و بچه زیاد فرق نداره و دخترها که هستن بسیار شجاع هستن دخترها میتونن که افغانستان بسازن دخترها یک،, یک اشخاص بسیار بزرگی هستن که شما نباید دخترها رو قنادیده بگیرید و مثلا وقتی که یک دختر میبینن میگن که سر مثلا چادر نپوشیدی و وقتی که اصلا پای او دختر نبینن که مثلا او دختر یک دختر فقیر میباشه به جای که برو کمک کنن دخترا را حمایت بکنن بیشتر اونا را محدود می سازن. ما باید که دخترا را حمایت بکنیم به خاطر که اگر که حمایت نشن خب معلوم است که به جای رسیدن نمیتونن خب می حرف شما را برای کودکان دیگر به خصوص دختر کودکان بدانیم که کسانی که با مشکلات روبرو هستند و میگن که بر ما ارزش دادن نمیشه اونا چه باید کنند؟ اونا بهترین کاری است که و باید که همیشه دخترها وقتی که در یک جای هستند در مکتب در کوچه دا یا در هر جای باید که همیشه شجاع باشن باید به با مردم یعنی راه درست نشان بدن باید به با مردم بفهمانند که چیز درست هست چی است یعنی من واقعا نمیفهم که چرا دخترها زیاد اهمیت نمیتن در حالی که دخترها بیشتر برشان رسیدگی میکنن خب شما فکر میکنین که راه پیشرفته که کودکان میتونه داشته باشه چی هست چه باید کنه تا هم حقوقشان را باید که همیشه اولی که شجاع باشن از هیچ چیز نترسن و به خاطر گرفتن حق خود دختران باید که کوشش بسیار زیادی بکنن و ای که باید که همیشه متحد باشن و به با دیگران هم همیشه این رو که دخترها شخص بزرگی هستن دخترا افغانستان ساخته میتونن پیام شما برای خانواده ها و آن در اشخاصی که فکر میکنن پسران برتر هستند نسبت به دختران و دختران نمیتونند پیشرفت کنن و یا هم نباید درس بخوانند به مکتب بروند چی است؟ ما یک پیام برای دخترهام دارم و جامعه و والدینشان پیام من بر دخترای است که همیشه متحد باشن هیچ هیچ وقت اتو نباشه که دست یک دختر همیشه باید بگیرن دخترها باید دست یک دیگر بگیرن باید که از حق خود دفاع بکنن و به خاطر هدفی که دارن همیشه باید کوشش بکنن و هیچ وقت هم نباید عقب نشینی کنن باید همیشه بهترین باشن و بعد با تمام دنیا ثابت کنن که دخترا بهترین هستند و ای که بر والدین هم این پیام دارم و که همه هیچ وقت دخترای خود محدود نسازن دخترای خود تشویق کنن دخترای خود حمایت بکنن ما خودم میخوام که یک مؤسسه را به وجود بیارم به خاطر دخترا که اگر هر کس حمایت چوه میتونه یک کاری را انجام بده و پیام برای جامعه است که اجازه نتن یک دختر در سن بسیار خرد ازدواج بکنه باید که از این کارا از این موضوعات جلوگیری کنن که واقعا وحشتناک است ممنون نیایش خطیبی دانش آموز که امروز تشریف آوردین به برنامه